آقای فریدون آسرایی خیلی خوش اومدید. سلام عرض کنم خدمت شما، خیلی ممنونم. سال نو رو بهتون، سال نو مسیحی رو. اول ژانویه است. بله. چه سعادتی، چه روز قشنگ و عزیزی. باعث افتخار ماه. آقای آسرایی، یکی از دلایلی که ما در واقع دوست داشتیم که شما تو برنامه‌مون باشین این بود که خب شما سالها تجربه زندگی تو خارج از کشور رو داشتین. بله. خواستیم یه ذره تجربه شب کریسمس و ژانویه و سال نو میلادیتون واسمون تعریف کنید. رسم و رسوماشون چیه اصولاً و کدوم شب ژانویه بیشتر به شما خوش گذشت؟ فکر کنم اون اولین تجربه که همون زمان سال منم فروردین 58 از ایران رفتم، اولین کریسمس و سال نوی رو که داشتم در مانیل بود. اصلا یه نمیتونی توی اصلا یه چیزی نیست که من بتونم توضیح بدم چه جوری بود. یعنی اگر تمام ماشینات بهش قوطی از این قوطی‌های حلبی به خودشون وصل می‌کردن، میتونی تجسم کنی یعنی چه اتفاقی میفته توی چیز. اصلا یه چیز عجیب غریبه تو خیابونا همه اون موقع در اون سال‌ها. الان که این سال‌هایی که مثلا من همین دو سال پیش که رفتم از دیگه از این خبرها نیست. تمام مثلا مسیری که میرفتی بیرون بعد میخواستی برگردی، خیابونا همه لاستیک میسوزوندن وسط خیابون. اصلا یه چیز عجیب غریبی. چیز عجیب غریبی. انقدر ترقه میزدن که دیوونه میشدید. تو تمام از دنبال بهونه میگردن که اصلا پاریس جشن بگیرن. شادی کنن و جشن بگیرن و خوشحالی کنن. آره. اون کانادا که خب بیشتر همین در حالت اون آتش بازی ها و چیز اونها ذره شیکتر و خیلی ترتمیز و آره اتو کشیده است. در فیلیپین اصلا اینجوری نبود. بسیار بسیار سال اول که رفتم اصلا مثلا یه پارکی بود به نام ریزال پارک، نمیدونم چند میلیون آدم از این مسیر این پارک رفتن. ما هم سال اول بردن اونجا. اصلا منم میگن که یه چیزی هست در انگلیسی میگن کالچر شاک، اون شوک فرهنگی که بهت وارد میشه. من مثلا این چیزا رو میدیدم مثلا خیلی با ما فرق کنه، نمیتونستم مثلا یه چیزی رو تجسم کنم. مثلا خیلی زیادی جشن گرفتن اصلا. حالا در واقع آداب و رسوم و جشنای خودمون بیشتر به شما خوش میگذره یا جشن و رسومای اونا؟ هیچ جا فیلیپین نمیشه. هنوز اداسار عشق شما تو فیلیپین زنده زندگی. ببینید اصلا مردمی هستن که فقط برای امروز زندگی میکنن. من تنها ملتی رو که دیدم که اصلا همین امروز براشون مهمه. مهم نیست که چی در میارن، هر چی را که در میارن اصلا فرقی در لحظه زندگی میکنن. لحظه زندگی میکنن. بسیار بسیار ملت شادی هن. اصلا خیلی هم مهمون نوازن، خیلی هم مهربونن. من همیشه به یه جایی رسیده بودم که تو سالهایی که اونجا زندگی میکردم هیچ وقت فکر نمیکردم روزی برسه که من از فیلیپین برم. دقیقا میتونم بپرسم تو فیلیپین چی کار میکردین؟ من برای ادامه تحصیل رفتم و اونجا 8 سال دانشگاه رفتم، اونجا 5 سال مهندسی و 3 سالم فوق لیسانس. یه قصه عشقی هم اونجا اتفاق افتاد. بله اونا که دیگه انقدر گفتیم که دیگه. آره اون عشق اول از همه. بله. خیلی هم عالی. آقا همه ایران وقتی اسم فریدون آسرایی میاد دیگه قطعا خودتون هم به این واقفین دیگه. آهای خوشگل عاشق میاد تو ذهنشون و اون ترانه‌ای که شما میلیون ها نفر رو باش عاشق کردین. همه توقع داشتن بعد از آهای خوشگل عاشق روند کنسرت های فریدون آسرایی شروع شد و بتره کنه، ولی شما کلن هیچ کنسرتی برگزار نکردین و در اون سالها دقیقا خدمت عرض کنم که من زمانی که اومدم ایران شغلم خوانندگی نبود، یعنی کارم شغل من یه چند تا مغازه داشتم در ونکوور، بیزنسمن موفق بودم در حد خودم در اون زمان و زندگی خیلی خوب و خیلی خوبی داشتم. بحب. همه چیز سر جاش بود. اومدم ایران و برای دیدن خانواده بعد تصمیم گرفتم که یه آلبوم تهیه کنم. شروع تازه موسیقی در ایران شروع شده بود. آقای خشایار اعتمادی و اون دکلمه خانم مریم حیدرزاده و اینا اون زمان همه جا میشنیدیم. بله. جالب بود برای من آهنگای آقای شادمهر عقیلی رو هم میشنیدم. علاقه من شدم که بمونم، واسه همین اومدم
و این آلبوم رو تصمیم گرفتم یه آلبوم در ایران تهیه کنم که بعدا با آقای با بچه هایی که مثلا یک دوتا بچه به وسیله آقای دکتر چراغعلی معرفی شدم به پدرام کشکار، بعد آقای بهروز صفاریان و همینطوری موندگار شدیم دیگه. بعد مسیر زندگی عوض شد. آره تهیه کننده بود که ازم خواست که بیام در ایران بخونم. گفتم من ایران زندگی نمی کنم، من اومدم آلبوم تهیه کنم و برم اون برم. آها، یعنی دلیل کنسرت نذاشتن شما تو اون موقع این بود که کل زندگیتون اصلا خارج از کشور بود؟ در کانادا بود و وقتی هم که این آلبوم تهیه شد احساس نمی کردم که احتیاجی به کنسرت داشته باشم و ازم وضع پولیم خوب بود. الهی شکر. یعنی اینی که یه چیزیه آقای صاحب علاقه هم نداشتین که مثلا خواننده که الان میگم من دوست دارم مخاطبمو ببینم در استیج و منو درد سرم نمیاد. دوست داشتم مثلا دوستشم همیشه اینطوری باشه، یعنی یه به عنوان کسی که ساختار زندگیش بیزنس بعد در کنارش کار هنری میکنه. آخه شما تو اون دوره یه گلی زدین اساسی که اصلا آهنگ عجیب غریب هیچ شد. اصلا خودتون فکر میکردی این اتفاق بیفته؟ من خودم در اون موقعی که وقتی که آلبوم اومد خودم کانادا بودم، رفت دوباره برگشته بودم، برگشتم کانادا برای چند ماهی برگشتم دیگه به من گفتم پاشو بیا بابا یه خبرایی شده. اوقا کردی ایران. آره خیلی اتفاق عجیب غریبی بود در زندگی من. همکاری با آقای بهروز صفاریان، زحمت‌های زیادی که در برای اون آلبوم کشیده، اضافه تهیه کننده خوبی که داشتیم، یه چیزایی بودی عواملی دست به دست هم داد و یه آلبوم خیلی انرژی داشتیم اون موقع برای کار کردن. آره دیگه. اون آلبوم ترکوند شما موقع اینی که میگم اون احتیاجی بعد آقای صفاریان هم برای تهیه آلبوم به دبی رفت برای شبح آقای بهنام صفاریان، اینی که انگار هیچ کی دنبال کنسرت گذاشتن و برنامه اون چیزا نبود. انقدر وضع خوب بوده اون موقع، انقدر شرایط مثل الان بحرانی نبود که اصلا گفتیم بی خیال. خیلی آفرای خوبی بهم میدادن، مثلا چی؟ برای کنسرت در مثلا چند شب تو میلاد نمایشگاه همه پول بلیط رو میدادن به ما اسپانسر، فقط شما باشین. پول بلیط‌ها به ما تعلق می‌گرفت، هر چی می‌فروختن خود اسپانسر که داشتن اون خرجا رو می‌داد، پول سالن و پول همش سود بوده دیگه. آقا مگه اون بیزینس‌های تو کانادا شما چی بوده که اینقدر پول درمی‌آورده؟ من سی دی فروشی داشتم، کارم سی دی و دی وی دی و تصویری کارای الان بیزینس می‌کنید کلا؟ خدا بیامرزه همش رفت. جدا در ایران موندن دیگه که پرفروش‌ترین در واقع فروشگاه در اون زمان. بله، ولی به مرور زمان که دیگه همه چیز عوض شد دیگه. دیگه الان شما کسی سی دی نمیخره. نه دیگه غیر مجاز هم میفروختین سی دی غیر مجاز؟ نه در اونجا من با ایرونیا کار نمیکردم. من فقط کار پروداکشن من با کانادایی ها کار میکردم. خب دنبال بیزنس ایرونی نبودم اصلا. آقای آسوی، اولویتتون برای گوش کردن موسیقی کدوم یکی از این گزیناست؟ شادمهر عقیلی، داریوش، ابی یا سیاوش قمشی؟ الان شما میگی؟ اول که داریوشه. بدونی که بخوام فکر کنم. بعدش شادمهر عقیلیه. به به به. سوم سیاوش قمشی، آخر ابیه. شاید خیلی تعجب کنم، من بیشتر آهنگای احساسی رو بیشتر دوست دارم به میچسبه تا ابی که نفر اول الان بگم ابی رو آخر از همه مثلا دیگه، ولی اول و دومش مطمئنم، سوم و چهارمش دیگه نگیریم اسمش. الان مشخص شد ابی چهارم شد دیگه تو نگاه شما. اینقدر بزرگه که اگه بخوای بگی که مثلا دوست ندارم، اینطوری نیست که گوش نکنم، ولی خب آهنگای داریوش احساسی دلنشینه. کدوم یکی از آهنگاشو خیلی دوست دارین، طرفدارشین؟ ما با این آهنگا زندگی کردیم دیگه، بیشتر آهنگای قبل از انقلابش با همراه ماه همیشه هست، یعنی اکثر آهنگایی هم که تو کنسرت اجرا میکنن آهنگای همون زمان سالهای 50 همون موقع ها که خیلی ترند شد دیگه. ما هر جا مطمئنم آقای داریوش هم طرفدار آقای خوشگل عاشقه. حالا دوستان هستن. من قبل از که بیام به ایران ایشون رو میشناختم، یعنی که از دوستان خیلی خوب و نزدیک بنده هم هستن، به خصوص زمانی که آقای رامین زمانی رفتن با همکاری داشتن با ایشون و کیبوردیست من شد رهبر ارکسترشون.
این رابطه نزدیک و دوستی صمیمانه وجود داره. چون شما فرمودین که من بیشتر با مارکت خارجی کار میکردم، حالا یه سوال اونم اینه که دوست دارید با کدوم یکی این چهار تا گزینه که من خدمت شما پیشنهاد میدم فیت بدین از خواننده‌های خارجی؟ یعنی اگر بشود حالا مایکل جکسون که خدا رحمتش کنه، پینک فلوید، منظور خواننده ایرانی خارج از کشور، خود شما چهار تا گزینه است میتونید انتخاب بکنید، بگید من دوست دارم با یکی از این چهار تا فیت داشته باشم. چهار تا خواننده، چهار تا خواننده خارجی مثل مایکل جکسون، پینک فلوید، جاستین بیبر، تیلور سویفت. خب من هیچ وقت نمیام پینک فلوید رو ول کنم برم سراغ دیگه. اصلا فضای موسیقی پینک فلوید نیو ایج، از یه فضای دوست داشتنی است، چیزی هست که من عاشق پینک فلویدم. بهترین کنسرتی که رفتم توی زندگیم کنسرت پینک فلوید بود. هرچند راجر واترز خودش، اونم رفتم، هر دو رو رفتم، ولی پینک فلوید یه چیز دیگه بود. کجا بود و چه سالی؟ ونکوور کانادا. ونکوور. اون سالای 90. بح، لذت بردیم. حالا وقتی هم که اومد اصلا نمیتونستم اون چرا که میدیدم اصلا باورم نمیشد. بعد از اینکه از این کنسرت اومده بودم بیرون، سی دیشو میذاشتم، اصلا لذت نمیبردم. انقدر اجرای زنده اینا قشنگ بود، زیبا بود، اصلا انگار تو رویا بودم وقتی که توی اون سالن بودم. بعد با کنسرت های خودمون مقایسه میکنید چه؟ اصلا قابل قیاس نیست. اصلا هر دوشم نزنید. اصلا نمیشه، یه دنیای دیگه ایه اصلا. آقا فریدو، فرض کنید که زمین داره نابود میشه، دور از جون، اصلا خدایی نکرده. خب میشه یه روزی. حالا آره قطعا این اتفاق میفته. شما زمان ما نمیفته. آره خوشبختانه. انشاءالله. شما صاحب یه فزینه، سفینه این خب که میتونید اینو در واقع هدایتش کنید برین تو فضا، 5 تا آدم هم همراه شما، ولی سفینه شما کلن فضای 4 نفر رو داره. خوب. کدوم یکی از این دوستان رو خط میزنید با خودتون ببرید؟ یعنی میگین آقا تو دیگه نمیتونی با ما بیایی. محسن چاوشی، رامبود کمکم کنه. هر کدوم من اینو بگم فردا پدرم نه با مزدس فانه، چون شب سال نوه پیشتر رامبود رفت اونجا زلن داره میخند. آقا محسن چاوشی، مهتی یغمایی، بهنام بانی، اشوان، احسان خواجه‌امیری، یکیشون رو بعد بگین آقا شرمنده شما تو سفینه من جاتون نمیشه. تو میخوای دشمن درست کنی؟ نه فانه، دوست ندارین بگین اینو. خب اصلا خودم میام کنار. دروغا. شما بعد شما اونجا دیگه مسئول پروازی. خب چیز میندازم، میگم اسمتونو بنویسید بندازید توی کاسه، بعد یکی در میاد بوره کشی میکنید. چه کاریه باز خودتون دشمن درست بکنید؟ والا الان من میگم کدوم یکی از اینا رو بگم ناراحت هم نشن. آره. البته میدونن که شما چقدر. آره من حاضرم به یه چی بگم خیلی خوب به حساب خوششون بیاد. من خودم نمیرم، میگم شما برید. من میدونم مستقیما میرن تو خورشید همشون. آقای آسرایی، ما چون زمانمون خیلی کمه، خوب 3-4 تا سوال خیلی با ریتم تون من میپرسم و بیشتر از این مزاحم شما رو ان شاءالله که بتونم جوابای درستی بدم. آره میگن که سلطان ازدواج این شما، درسته؟ من سلطان ازدواج، آره اگه ازدواج نکردم، این سلطان ازدواج. شکست عشقی رو بهتر میتونم. چرا ازدواج نکرد؟ چون یکی از بچه‌ها گفت قسمت نشد. من آدم خوبی نبودم، همشون خوب بودن. آخ بهترین تکنیک واسه در رفتن ایراد از من بود. خانوما هیچ کدوم ایراد ندارن، خانوما ماهن. چون شنیدم پشت صحنه با خوش شانس نبودم. الهی هنوز هم دیگه نشده آفریدون. نه بابا تازه اول راهه. آره دیگه همینو میگم دیگه، چون گفتین راز زندگی... جوان بودن من مجرد بودنمه. زندگی از 60 شروع میشه، زمانی واقعا... که دیگه هر کاری هر کسی میخواسته کرده دیگه. بچگی بخونم برم تموم بشم برم دبیرستان، از دبیرستان برم دانشگاه، از دانشگاه برم سر کار، از سر کار برم بابا اون آخرش باز نشستگی. اونم از 60 شروع میشه. 60 سالگی 60 سن آزادیه. آره دیگه یه مرد در 60 سالگی آزاد میشه. زن و بچه و فلان، دیگه بچه ها بزرگ شدن فلان شدن، دیگه آزاد میشه دیگه. اگه از 60 به بعد دیگه بخوای به فکر 60 سالگی آرامش و عشق تو زندگی پریدون آسون، حالا اگه بخوای به فکر پول اینا باشه خیلی دیوانه ای دیگه. تو 60 سالگی فکر پول و درآمد و فلان اینا باشه، یعنی اصلا
یعنی از اینجا به بعد زندگی فریدون آسایی لایف استایلش عوض میشه تو سفر آرامش مثلا اش... برنامه‌ای که میخوام بیام مثل برنامه تی وی پلاس سلک کردم مثلا برنامه هیچ جا نرفتم فقط شما رو افتخار به ما دادید. نه من احسان حاجیان انقدر دوست دارم وقتی گفت مثلا با افتخار اومدم بچه هم که اینجا بودن آقای گروهی هم که اینجا اجرا میکرد رسید این آهنگایی هم که زدیم تمرین همین امروزه بوده لذت بردی کیف کردی درست خوبه بعد ببخشید دیگه اگه یه خود عجله ای بود تمرین هم نکردیم آقای خراسانی هم که ایمن خراسانی رهبر ارکستر هم برای بعد از مدت ها با هم دیگه توی برنامه شرکت میکردیم ازش تشکر میکنم از شمال پاشده اومده به به دستشون درد نکنه لذت بردیم آقا فریدون واقعا فقط یه نکته راجع به برنامه بگم برنامه نکات یه برنامه تخصصی ویژه موسیقی ما دوباره شاید چند وقت دیگه یعنی دیدم تازه شروع کردیم دعوت بکنیم تشریف برید اونجا دیگه نقد و تخصصی هستش و اینا امشب چون شب در واقع سال نو میلادیه اینو گفتیم یه دوره همه خوشگل با حضور شما اتفاق بیفته یه آرزو خوشگل تو سال نو میلادی واسه مردم خودتون مردم ایران دنیا هر کی که دوست دارید ببینید الان بحث موضوع کرونا است یه چیزی ولی یه واقعیت من میگم من همیشه گفتم کرونا یه پروسه 3 ساله است حداقل اینی که فکر نکنید که الان مثلا واکسن این جریانات تا 3 سال ما درگیریم یعنی که امیدوارم سال دو سال 2020 سال اصلا خوبی نبود بله. خیلی از عزیزانمون از دست دادیم سر اتفاقات عجیب و غریبی بعدی تو کشورمون افتاد از کرونا و از همه قصه‌ای که بود ولی امیدوارم که در سال جدید یه خورده آرومتر در میدونی بیافتیم توی جریان زندگی یه خود واکسن ها زده بشه یه خود از این استرس ها بتونیم هم دیگر رو بغل کنیم بتونیم دست بدیم بتونیم دور هم باشیم با هم غذا بخوریم با هم تفریح کنیم با هم لذت ببریم از زندگی کنسرت بریم بذاریم دوباره با هوادارا رو ببینم بچه ها رو ببینم ایشالا آقا آرزوهای قشنگ ایشالا آقا خیلی از ما میپرسن که آقا شبکوک دو چی شد و اینکه چقدر داوره عصر جدید و شما قبول دارین تو حوزه موسیقی نظر میدن چون تو حوزه کار خودتون بوده شبکوک که برنامه تخصصی موسیقی بود حالا من که تخصصی در موسیقی ندارم نمیخوام ادعا کنم به عنوان یه داور محبت کردن یه سری دوست نداشتن برنامه رو به خاطر اینکه بعضی موقع به تهیه کننده خودم گفتم اینقدر برش نداشتی آقای احسان علی خانی هر برنامه بخواد میذاره همون کارهایی که ما تو شبکوک میکردیم اونجا میکنیم ولی تو کانال 3 اجازه داره ولی تهیه کننده من شاید اونقدر زورش نرسید که برنامه رو نگه داره آره گفتن آقا گفتن نمیذارن دیگه شبکه 3 هم زدین الان شبکه 3 رو دوست ندارم چرا به خاطر قطع برنامه 90 آها به خاطر حذف عادل فردوسی پور عادل فردوسی پور نبود یک مجموعه ای بود که مردم ایران ازش لذت می بردن من مسئله دشمنی با کسی نداریم که ولی وقتی یه برنامه این همه هوادار داره این همه می نشستن صحبت می کردن با هم بحث می کردن مردم نمیدونم این برنامه به این قشنگی به این خوبی برداشته می شه دل خیلی تنگ میشه برای اون برنامه ها میدونی؟ امیدوارم دوباره یه فکر بشینن تصمیم بگیرن دوباره مسئله این نبد عادل نیست تنها عادل فردوسی پور نیست اون مجموعه خیلی خوب بود خیلی خوب و قوی فینال آسیا رو دیدین از شبکه 3 یا از صفحه AFC؟ اون بیشتر جا؟ اونو خیلی چقدر استقبال شد از برنامه آره. خود عادل اینه که خوشحالم امیدوارم بالاخره یه برنامه بشه ایشون برگردن شاید مهربون تر بشن در سال جدید مسئولین صدا و سیما حمل کیف میکنیم عادل فردوسی پور رو ببینیم آره. آقای آسرای عزیز لذت بردیم هم صحبتی با شما برم. افتخار دادین ایشالله که 2021 بهترین سال زندگیتون باشه منم برای شما همین آرزو دارم اول ژانویه و چه روز قشنگی در کنار شما عزیزان دوستان گروه بسیار خوبتون از همه آرزوی سلامتی میکنم برای همه مردم کشورم خیلی متشکرم و همه مردم دنیا البته ممنون از لطفتون مرسی قربان